من برگشتم با یه ویدئوی دیگه. امروز قراره با هم مسائل عجیب غریب امتحان کنی. بالاخره بعد قرنها مسائل عجیب غریب به دستم رسید و قراره با هم دیگه امتحان کنیم، ببینیم واقعا اینا به درد میخورن یا نه. مسائلی که امروز قراره امتحان کنیم مسائلی هستن که وقتی تبلیغاتشون رو میبینی یا عکساشون رو میبینی تو اینستاگرام یا هر میگم کجا وبسایت های خرید و اینا، فکر میکنی خیلی باحالن ولی نمیدونی واقعا به درد میخورن یا نه. من اصولا این مسائل رو میگیرم امتحان میکنم ببینم به درد میخورن یا نه، که اکثرا به درد نمیخورن و جاشون رو زدن داشت. امروز هم طبق معمول کلی وسیله گرفتم که نمیخوام بگم ولی به احتمال زیاد کنم آتش‌قال باشن مثل وسیله قبلی. تجربه ثابت کرده، تجربه میگه هیچ کم از اینا به درد نمیخوره. یعنی به دردم بخورن یکی میره و دنبالش که انجام بده. مثلا اون قالب ابرو بود، آدم ترجیح میده خودش بکشتن که بره قالب رو برداره اندازه بگیره. شانسی بعضی موقع خوب در میادش بعضی موقع خوب در نمیاد دیگه. امروز اگه دقت کرده باشین من بیز آرش پوست و رژ لب هیچ چیزی ندارم، حتی ابروام هم نکشتم. اگه دقت ببینی ابروام پاسایی این برشو میدونی که اندارم، من اصولا ابرو نمیتونم درست بردارم و خط چشم هم نمیتونم درست بکشم. وسایلی که قرار امتحان کنیم برمیگره به ابرو و خط چشم. وسایل چشم تا چشم هم نزدم، بریم ببینیم چی جوری هست. اول بریم سراغ ابرو، دوباره قالب ابرو. اوه چه قالب، 10 تا قالب داره توش. مدلاش میگم کدوم مدل، انواع مختلف مدل ها. ای من اینو دوست دارم، مدل های خیلی این هم معلومه یا نه، مدل های خیلی اینطوری هم داره که من اصلا خوشم نمیاد. این خیلی گرده، این باز بهتره فکر کنم. اینو این دوتا باب میل من باشه، یکیشون این که مدل ابروهای خودم هم بیاد. نظرتون واقعا این قالب قرار، این که خیلی نازکه، این که دوم که برداشتم خیلی نازکه، اصلا دیدم نمیشه، نمیدونم تو دوربین دیده میشه یا نه. کاشی حداقل یکم قابش رو رنگی میکردن تو، حتی خب اینجوری میفهمی ابروی زیرت کجاست دیگه. کدومشو بردارم همش بی خود. اوه این که خیلی همش زشته، یعنی 10 تا مدل ابرو هست اینجا که هیچ کدوم من نمیپسندم. بذاری همین رو برمیدارم. خب ابروی خودم خیلی بلند تره ولی خب دیگه چاره این نیست، توشو پر میکنم. ابرو کشتن انقدر سخته که واسش قالب میام. من تو اینو پر کردم، فکر کنم خیلی هم پر کردم. خیلی بده. خب این مدلی که برداشتم اصلا خوشم نمیاد ازش، اصلا ازش خوشم نمیاد به خاطر نیت آخر ویدیو شما قراره منم با این قیافه تمام کنم. اوه خیلی بده، یکی یه چیز دیگه بزنم. آره بس فان بین، یکی یه مدل دیگه بزن. یکی فرداشتم یه این نازک صافا بزنیم یکی. خیلی بده شما قضاوت کن اینجوری قالب انداختن ابرو کشیدن سخت داره یا یعنی که مداد برداری. وای خیلی بده، باز این خیلی بهتر از اینه. اصلا دوتاش بده، خیلی پررنگ. وای تو میکنم کم رنگ ترش کنم، گن زد. خب این از قالب ابرو کار خودشونو کردن، واقعا مدل این با یکی فرق داره، یعنی شکل قالبه در اومده ولی مداد و بعد خیلی کم رنگ تر، چون وقتی خودت بدون قالب ابرو بکشی دست خودته، مدادو مثلا کمتر فشار میاد اینا، ولی چون این معلوم نیست دلت بخواد مثلا خوب معلوم بشه مدل قالبه، خیلی مدادو فشار میده که این بلا رو سرت میاره. هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، اینا فقط یه امتحانه.
میریم سراغ سایچش. در واقع امروز با سایچش کار نداریم، امروز قراره بریم برچسب بزنیم. دو مدل برچسب گرفتم که هیچ کدوم قشنگ نیست، ولی این بیشتر معلومه. یکی گلو 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 ولو گلیه. کدوم این یکی رو بزنیم؟ قشنگم فقط دو تاست. روش یه پلاستیکیه. اول پلاستیک یکی شده هم میارم. خیلی بزرگه. بعد اگه دقت کرده باشی من یکم پلکام پشتش پف داره. گل اینجور چیزا رو چشای من درست وای نمیسه. این خیلی بزرگه برای چش من. این خیلی بزرگه. شاید باید جدو جدا استفاده کنم. گفته باید چشات بسته باشه. ها، بالایی پایینی باید جدا کنی. من بالایی پایینی جدا کردم. بالایش اصلا قشنگ نیست. و اینو میذاری رو چشه. وقتی چشت بسته است پشتشو آب میزنی دیگه. تو اینجا میاد. کن جدا شد. هیچ کشی میبینی؟ اگه دراز اینجوری انقدر دراز نبود بری بدم نهی من. نو 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 تو چشمو کشیده رو به پایین. برم یکم بزنم برمیگردم. 2 hours later. خب من یکم زدم، یکم گند زدم. خب اینو شکم رفت بالاتر. ولی من چشم اصلا نمیتونم تکون بدم الان. بس مسخره بازی توی خونه با دوستات خیلی باحالیه. این فهم کنیم به همینجا ختم میشه. نه نه نه، هنوز یه مرحله دیگه مونده. مرحله بعدی خط چشمه. قراره خط چشمم روش بکشم که این برچسب این مدل که به نظر من این آخریه فکر کنم خوب باشه برای این. وای چیکار کنم؟ اتفاق خوب چسبوندمه، فقط خیلی بده. ببین یکی هم بچسبونیم. 2 hours later. ولی بعد نه از دور خیلی جذاب شد. بزن ریملم بزن. خب جالب این که من هیچ وقت بیشتر از یه لایه ریمل نمیزنم، بخاطر اینکه از موجه های بهم چسبیده پای انکبوت اصلا خوشم نمیاد. ولی واسه این الان من تقریبا سال زدم و اصلا هیچی معلوم نیست. ولی عدور خوبه. وای من خیلی خوش آمد. عدور بچهش نظر شما چیه؟ به نظر شما خوب شده؟ عدور دور تا نزدیک افتضاحه. فکر کردیم اینجا قراره تموم بشه. نه، چون هنوز مونده. بریم سراغ وسیله بعدی. چی شده دختر؟ چرا انقدر ناراحت و گرفته ای؟ از مدل مواد خسته شدی و دیگه نمیدونی باهاش چی کار کنی؟ ای بابا، از بس مواد رنگ کردی جنس مواد خراب شده و دوست نداری کوتاشون کنی؟ از اینکه هر روز بری همون مواد رو بشوری خسته شدی؟ اوف اوف، چه بویی هم میده مواد. واف واف واف، امروز قراره بری بیرون و دیگه نمیدونی به موهات چه مدلی بدی که تکراری نباشه؟
هر روز هر روز مدل موی تکراری؟ دوست داری من کمکت کنم؟ دلت میخواد با 3 سوت مدل موات عوض بشه؟ که دیگه لازم نباشه بری همون؟ هیچ ناراحت نباش، راه حلت دست منه. با کلاه کلاه کیس های بلو 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 این مشکل شما حل شده. دیگه لازم نیست هر روز بری همون موهاتو بشوری یا اینکه موهاتو رنگ کنی و جنس موهاتو خراب کنی. فکر کنم همه شما اکثرانتون توی اینستاگرام از این کلاه کلاه گیسا دیده باشید. دلتون میخواست همیشه امتحانش کنید، درسته؟ هیچ نگران نباشید، من اینجام که براتون امتحانش کنم. جنسش بد نیست ولی من خیلی براقه نسبت به موی من. تقریبا رنگ موی خودمه. بعد این قشنگ یه کلاهه که توش یه دونه از این چیزا زدن. چشمیان یه ردیف از این اکستنشن ها چسبوندن. قشنگ یه ردیفه. بعد شده کلاه کلاه گیس. من بهش میگم کلاه کلاه. این یه بدی داره اینه که این با این کشایی هستن که مثل جورابا میکشه رو سرت، یعنی از اینا به باهاش نیومده. یعنی اصلا این جورابا که واسه قبل کلاه گیس استفاده کنی توش نداره. و خودش هم تو تعلیقاتش اگه تو عکساشو و جایی که خریدم وبسایتش نگاه کنی، طرف بدون کش گذاشته بود، یعنی بدون اون جورابا که میکشه رو سرت. یعنی خود اینو عادی گذاشته بود رو موهاش. ولی خب خیلی، پس اینا چی میشه؟ ببینید کلاش خیلی کوچیکه. بذار مامان ببندم. مو رو از بالا ببندی تو کلاه فکر نکنم جا بشه. ای مامان بالا ببندم جا نمیشه. کارم واسه همینه از اون جورابا ندادن. ببین چیش وای میسه. میگم مو رو نمیتونی از بالا ببندی. نه که نمیتونی، ولی خب خیلی کلاه بد وای میسه. آی بعد نیست، من خوش نمیاد. چیزی نیست که بیرون بتونم ازش استفاده کنم، ولی به درد مسخره بازی با دوستات توی خونه خیلی خوبه. یعنی که باش عکس بگیرن این روبرو، مثل عکس های شاخه اینستاگرام هست میگیرن. سای چشم به هم میان این تیپ هم ار پشت دیدارم ار پشت ببینیم دیدارم پشت زیاد معلومه یا نه، ولی بد نیست. ما خوشم اومد چون دیدی بعضای کلاهشون رو برعکس میذارن، یه دن کج میذارن. کلاهشونو کج میذارم اینجوری. خب این بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده یادتون نره که حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنین، ویدیومو نگاه کنین و لایک کنین، زنگولرم بزنین که وقتی ویدیو گذاشتم اول از همه بهتون خبر بده. در واقع این تنها راه حمایت کردن از منه برای ساختن ویدیوهای بیشتر. هیچی فعلا تا ویدیوی دیگه، خدافظ.